با اخبار پنجشنبه 19 خرداد ما از رسانه سبز ایران رسا در خدمت شما هستیم. و اما مهمترین عناوین این بخش خبری، انتقاد عضو مجمع روحانیان از نظامی که تحمل انتقاد را ندارد، تفاوت آشکار در نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار، استعفای رئیس اتحادیه نانوایان تهران در اعتراض به بدقولی‌های دولت و به جریان انداختن سوال از احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار پنجشنبه 19 خرداد ما در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما عزیزان و امیدوارم که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کنید. انتقاد عضو مجمع روحانیون از نظامی که تحمل انتقاد را ندارد. عضو مجمع روحانیون گفت نظامی که تحمل انتقاد را نداشته باشد دچار استبداد مطلق خواهد شد. یک عضو مجمع روحانیان با اشاره به اقدامات ماموران حکومتی در خاکسپاری مرحوم عزت الله صحابی خاطر نشان کرد. در جامعه کنونی مشاهده می‌کنیم بر جنازه مرحوم صحابی بدون اجازه اولیای او نماز می‌خوانند با تکیه بر اختیارات حاکمیت فقیه و مساله و امثال. به عنوان مسئله شرعی می‌گوییم همانطوری که آیت الله ثانی فرمودند باید بر قبر مرحوم صحابی نماز خواند. به گزارش جرس آیت الله عرب همچنین گفت به هیچ وجه نمیتوان فضای نقد و سوال و پرسش را بست به بهانه سوء استفاده دشمنان یا با مصالح ساختگی و سست و بی اساس نمیتوان جلوی منتقدان و حتی مخالفان را گرفت. وی در ادامه تصریح کرد در اصل ولایت فقیه بحث‌های فراوانی وجود دارد. چرا این اصل فوق چون و چرا شده است؟ در اسلام برای سوال و پرسش هیچ خط قرمزی وجود ندارد. آنچه به نام ولایت فقیه انجام می‌گیرد در اسلام و نظر امام خمینی سابقه ندارد. حتی ولایت ائمه معصومی نیز تعریف خود را دارد. حتی امام معصوم نمی‌تواند بدون دلیل وارد حریم شخصی فردی بشود در ملک و حق او تصرف نماید. وی پیرامون دخالت آشکار نظامیان در امور سیاسی به ویژه انتخابات گفت امام خمینی در وصیت‌نامه خود و در سایر بیانات خود تاکید داشتند نیروهای مسلح نباید در دستبندی‌های سیاسی وارد شوند و الا مملکت را به هم خواهند ریخت. نابسامانی‌های سیاسی، بی‌انصافی‌ها در حق رهبران اصلاحات، حبس و بگیر و ببندها همه ناشی از توجه نکردن صدای مخالف و منتقدان است. بدون شک نظامی که تحمل انتقاد را نداشته باشد دیر یا زود دچار استبداد مطلق می شود. مرکز آمار ایران برای اولین بار گزارش های اعلام نشده اش از نرخ تورم را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این در حالی است که تاکنون تنها بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نرخ تورم این عدد را به صورت ماهانه اعلام می‌کرده است و به گفته رئیس مرکز آمار ایران تاکنون این مرکز نرخ تورم را بعد از محاسبه ماهانه تنها به نهادهای مسئول ارائه می‌داده است. مقایسه آمارها نشان از تفاوت جدی در رقم نرخ تورم ارائه شده از سوی این دو مرکز دولتی دارد. بر این اساس از فروردین ماه سال گذشته تا آبان ماه همان سال نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران نسبت به عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر بوده است. از آذر ماه 89 نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از عدد اعلامی توسط بانک مرکزی بوده است و بر اساس آخرین برآورد اگرچه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای فروردین ماه سال جاری 13.2% درصد برآورد شده
اما عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران 15.3% است. همچنین نرخ تورم اعلام شده برای اردیبهشت ماه سال جاری توسط مرکز آمار ایران 16.7% است، در حالی که بانک مرکزی رقم متناظر آن را 14.2% اعلام کرده است. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری نیز از سوی بانک مرکزی 21.2% و از سوی مرکز آمار ایران 26% اعلام شده است. نابسامانی در وضعیت نان شهر تهران منجر به استعفای رئیس اتحادیه نانوایان تهران شده است، اما برخی مسئولان همچنان نسبت به تحقق وعده‌های داده شده بی‌اعتنا‌اند. به گزارش آینده، با وجود گذشت حدود 6 ماه از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که منجر به افزایش قیمت نان در دو مرحله شد، قیمت آرد و گندم به حدود 50 برابر قیمت اولیه و قیمت نان به 2 تا 3 یا حتی 4 برابر قیمت اولیه افزایش یافت. با این وجود تاکنون دولت به برخی وعده‌های داده شده برای جبران افزایش قیمت گاز و برق که مصرف عمده نانوایی هاست عمل نکرده و این منجر به استعفای حسین نظری رئیس اتحادیه نانوایی‌های تهران شده است. از سوی دیگر کیفیت نازل بخشی از آرد تحویل شده به نانوایی‌های تهران باعث شده است که مردم از خرید نان‌های پخ شده با این آرد خودداری کرده و نانوایی‌ها نیز برای ایجاد مشتری از سهمیه آرد شهرستان‌ها استفاده کنند. به نحوی که همکنون آرد با قیمت رسمی در تهران کیسه‌ای 16700 تومان به فروش می‌رسد، اما آردهای مرغوب‌تری که از شهرستان به تهران می‌آید با قیمت کیسه‌ای بیش از 20000 تومان توسط برخی نانوایی‌ها خریداری می‌شود. علی مطهری گفت لازم است که مجلس احمدی نژاد را به حرکت در مسیر درست وادار کند. عضو فراکسیون اصولگرایان در گفتگو با خبر آنلاین با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور را تاکنون با ملاحظات گوناگون مسکوت گذاشته بود، از امضای 90 نماینده برای این سوال خبر داد و گفت به فضل خدا این سوال را به جریان خواهیم انداخت. مطهری با بیان اینکه رئیس جمهور جریان مشایی را نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران زیرکانه تایید کرد گفت البته هیچ نشانی از اینکه آقای احمدی نژاد از لیبرالیسم فرهنگی یا از مکتب ایران تبری جسته باشد و یا حساسیتی نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان داده باشد مشاهده نشد. با آن نظریه که هیچ تفکیکی میان آن جریان و آقای احمدی نژاد نیست و در واقع یک جریان است تقویت کردید. نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد می خواهد به راه طی شده که دولت از نظر فرهنگی و اعتقادی سیاسی ادامه دهد. لذا لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. طی حکمی از سوی وزیر علوم، اعضای جدید هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شدند. به گزارش کلمه، اعضای جدید هیئت امنای مؤسسه عبارتند از صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و رضا اکبریان رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و افروز رئیس سابق دانشگاه تهران که جزو عاملین اخراج اساتید مستقل بودند و مهدی هادوی تهرانی عضو بعثه رهبری و باجناق مهدی کوچکزاده نماینده تندرو مجلس. یادآور می شود که در دوره قبل دکتر ضیا موحد چهره بین‌المللی منطق و دکتر سید محمدرضا بهشتی فرزند شهید دکتر بهشتی عضو هیئت امنای مؤسسه بودند که در دور جدید حذف شدند. عضویت 3 روحانی تندرو از شاگردان مصباح یزدی سمت و سوی آینده این مؤسسه را مشخص می‌کند. 45مین نشست تخصصی بنیاد باران با حضور سید محمد خاتمی رئیس و اعضای بنیاد باران تشکیل شد. به گزارش وبسایت باران در این نشست ماهانه و تخصصی دکتر سید محمد صدر معاون وزیر امور خارجه دولت اصلاحات و محمد علی صبحانی سفیر پیشین ایران
در کشورهای عربی پیرامون رخدادهای ضد استبدادی اخیر در کشورهای اسلامی سخنرانی کردند. وکیل مدافع رسولی عضو هیئت مدیره بنیاد باران تعلیق مجازات موکلش را تایید کرد. سید حسن رسولی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید این خبر اظهار کرد با رأی دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی تعلیق شد. وی با اشاره به بازداشت خود در دیماه سال 88 اتهام انتصابی را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد و افسود ابتدا رأی به یک سال حبس تعزیری داده شد که در دادگاه تجدید نظر آن را به یک سال به حالت تعلیق درآوردند. سید حسن رسولی استاندار خراسان در دولت هشتم بود و در حال حاضر عضو شورای عالی و هیئت مدیره بنیاد باران است. اعتصاب قضای دو زندانی سیاسی ملی مذهبی وارد نهمین روز خود شد. به گزارش کلمه، امیر خسرو دلیرسانی و هدی صابر، دو زندانی سیاسی ملی مذهبی در بند 350 زندان اوین از روزی که خبر شهادت حاله صحابی را در مراسم تشییع جنازه پدرش شنیدند، دست به اعتصاب قضا زدند. سایر زندانیان بند 350 که قصد همراهی این زندانیان را در این اعتصاب قضا داشتند با ممانعت آنها روبرو شدند، چرا که این دو زندانی در حرکت نمادین و بدون تحمیل هزینه سنگین به سایر زندانیان تصمیم به این اعتصاب قضا گرفتند. در حال حاضر وضعیت جسمانی این دو وخیم گزارش شده است. تعدادی از بازداشت شدگان مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی به بند 350 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کلمه، این افراد به اتهام شعار دادن در مراسم تشییع جنازه این اسطوره فوتبال ایران بازداشت شدند و اتهام شعار دادن به ویژه شعارهایی درباره رهبران جنبش سبز همچون موسوی، کروبی آزاد باید گردند یا حسین میر حسین به آنها تفهیم شده است. آنها همکنون بلا تکلیف در بند 350 به سر میبرند تا دادگاه برایشان برگزار شود. بر اساس همین گزارش، تعدادی از زنان بازداشت شده در این مراسم نیز که شعارهایی در حمایت از جنبش سبز سر داده بودند به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل را فوراً به ایران اعزام کنید. به گزارش تارنمای کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در آستانه دومین سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم، شیرین عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر را فرا خواندند تا در برابر جنایات سیاسی در ایران و حفظ امنیت و حقوق مردم موضعی جدی اتخاذ کنند. در بیانیه این برنده جایزه صلح و گروه‌های مدافع حقوق بشری آمده است: ما از همکنون آمادگی خود را برای همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارائه اسناد و مدارک و همچنین معرفی شاهدان عینی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. بستگان حسین درخشان اعلام کردند که حکم 19 سال و نیم حبس این وبلاگ نویس در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. به گزارش جرس، این در حالی است که حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی با وثیقه 1,500,000,000 تومانی در مرخصی به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، درخشان به اتهامات سیاسی و امنیتی از جمله تبلیغ علیه نظام و همکاری با دولت‌های متخاصم محکوم شده بود. همزمان با دومین سالگرد انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری، روزنامه مجازی میهن از روز شنبه منتشر می‌شود. بر اساس خبری که در فیسبوک منتشر شده است، میهن نخستین روزنامه اینترنتی عصر ایران روز شنبه 21 خرداد ماه بر پیشخوان مجازی قرار خواهد گرفت. این روزنامه هر شنبه تا چهارشنبه به استثنای تعطیلات رسمی ایران هر روز ساعت 5 عصر به وقت تهران در فضای مجازی منتشر خواهد شد. اعضای تحریریه این روزنامه را جمعی از روزنامه‌نگاران مهاجر ایرانی تشکیل دادند و رفتار حرفه‌ای آنها مبتنی بر پاسداشت حقوق بشر، دفاع از دموکراسی در ایران و صلح در جهان خواهد بود و در این راه از همراهی و همدلی همه ایرانیان بهره خواهند برد. با تبریک انتشار این روزنامه مجازی برای دست‌اندرکارانش آرزوی موفقیت داریم. پسر پیرترین رفتگر شهر گفت از شهرداری تا ریاست جمهوری وعده دادند اما همه دلسوزی کاذب بود.
محمد مرحومی پسر عبدالله پیرترین رفتگر شهر تهران که وضعیتش در یکی دو هفته اخیر بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، از وعده‌های پوشالی مسئولان انتقاد کرد. وی در دو گفتگو با روزنامه روزگار تأکید کرده که نه بیمه پدرش درست شده و نه چنانچه اخبار روایت کرده بودند برای پدرش خانه‌ای در سنندج در نظر گرفته شده است. مرحومی میگوید این حرفها را جدی نگیرید، وعده های پوشالی است. پدرم 21 سال برای شهرداری کار کرده و کمتر از 11 سال برای او بیمه رد شده است. او در بخش پایانی این مصاحبه همچنین عنوان کرد از شهرداری تا نهاد ریاست جمهوری به ما وعده دادند، اما همه اینها دلسوزی کاذب است. به مناسبت درگذشت مهندس عزت‌الله صحابی و جانباختن حاله صحابی دختر آن مرحوم، مراسم یادبودی به همت سبزهای مالزی برپا گردید. دکتر صدقی از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری و از علاقمندان مهندس صحابی سخنرانی این مراسم بود. صدقی احترام به اندیشه های ملی مذهبی و پایبندی به ارزش های انسانی و ناب اسلامی، اندیشه هایی که دستخوش خرافات شرق و بازیچه دست سیاست نشدند را از دغدغه های همیشگی مهندس صحابی برشمرد و مسئولیت ادامه این راه را بر عهده نسل جوان دانست. یک روز انتخابات، دو سال بحران، هنوز رأی ها رو نشمرده بودند. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت می کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، شدت پیدا کردن موج گرد و غبار در جنوب و غرب کشور به دلیل بی‌توجهی دولت، تحسن در استانداری اردبیل، گرد و غبار تهران چاره‌ای جز دعا ندارد، ایوب قنبرپوریان زندانی گمنام با وضعیت روحی نامناسب در زندان رجایی شهر زندانی است، و اعتصاب غذای 3 زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر. نماینده ایلام گفت موج گرد و غبار در جنوب و غرب کشور به دلیل بی‌توجهی دولت شدت پیدا کرده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خانه ملت تاکید کرده که مردم این مناطق برای تنفس نیز دچار مشکل شدند، چرا که دولت به وظایف قانونی خود در برابر این پدیده به خوبی عمل نکرده است. داریوش قنبری خاطر نشان کرد که قانون اساسی وظیفه خاصی را در ارتباط با بحث محافظت از محیط زیست برای دولت در نظر گرفته، اما متاسفانه دولت به این بخش از وظایفش بی‌توجه بوده است. قنبری گفته اگر در گذشته کمی به این مسئله توجه می‌شد، امروز شاهد چنین عمقی در فاجعه نبودیم که بخش‌هایی از کشور برای تنفس با مشکل روبرو باشند. استاندار تهران گفت کاری جز دعا برای مهار گرد و غبار تهران نمیتوانیم انجام دهیم. مرتضی تمدن در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد ورود موج جدیدی از ریزگردها به پایتخت که موجب تشدید آلودگی هوای تهران شده، گفته گرد و خاک آمده و هوا را آلوده کرده است. باید دعا کنیم که انشالله این گرد و خاک زودتر برطرف شود. وی درباره اقدامات استانداری تهران برای کاهش میزان ریزگردها در هوای پایتخت نیز گفته که کاری برای مهار گرد و خاک نمیتوانیم انجام دهیم. استاندار تهران همچنین در مورد آلودگی آب تهران نیز اعلام کرده که این آب هیچ مشکلی ندارد و هر کسی که میگوید آلوده است دروغ میگوید. تعدادی از کارکنان استانداری اردبیل در محوطه حیات استانداری دست به تحسن زدند.
به گزارش ندای سبز آزادی، این تحسن در پی تصمیم صابری استاندار اردبیل در خصوص عدم تمدید و تبدیل وضعیت 35 نفر از نیروهای قراردادی که درخواست تبدیل قرارداد خود به پیمانی دارند صورت گرفته است. در همین حال کارمندان رسمی استانداری که در چند روز اخیر شاهد بی‌توجهی مقامات به مطالبات همکاران خود بودند، از صبح چهارشنبه در نمازخانه استانداری دست به تحصن زدند. آنها همچنین به حذف اضافه کاری و لغو برنامه‌های رفاهی معترض بوده و از تعلق حقوقی حقوق‌های میلیونی مقامات استانداری معترض هستند. ایوب قنبرپوریان زندانی گمنام با وضعیت روحی نامناسب در زندان رجای شهر زندانی است. به گزارش کلمه، ایوب قنبرپوریان زندانی گمنام حوادث انتخابات که در مدت زندانی بودنش چند بار اقدام به خودکشی کرده، همچنان با وضعیت روحی نامناسب در زندان رجای شهر زندانی است. وی که در یکی از راهپیمایی‌های مسالمت آمیز پس از انتخابات بازداشت شده، از خرداد سال 88 در زندان است. او که سرپرست خانواده اش است، برای کارهای ساختمانی از یکی از روستاهای استان لرستان به تهران آمده بود. این جوان 20 ساله که در زندان به مشکلات روحی و بیماری افسردگی مبتلا شده، فروردین امسال از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شده است. زندانیان سیاسی بند 350 در مدت زندانی بودن ایوب بارها با نوشتن چندین نامه به مسئولان قضایی و شرح دادن وضعیت وخیم جسمانی او پرسیده بودند. او چگونه با چنین شرایطی قادر است امنیت ملی یک نظام را تهدید کند که از آزادیش ممانعت می‌کند؟ قنبرپوریان اکنون به اتهام اخلال در نظم و اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شده و در سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر حتی از حق تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم است. سه زندانی سیاسی کرد زندان رجای شهر کرج در اعتراض به شرایط ناگوار زندان از یک هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش کلمه، سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های النور خزری، کامران شیخی و سید ابراهیم سیدی که پیش از این در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شدند، در حالی به صورت غیرقانونی به زندان رجای شهر منتقل شدند که حتی حقوق اولیه آنها نیز رعایت نمی‌شود. آنها به مدت 50 روز در بند قرنطینه زندان رجای شهر نگهداری شدند، جایی با امکانات بسیار نامناسب بهداشتی و رفاهی که معمولاً زندانیان در ابتدای ورودشان تنها به مدت 1 روز در آنجا به سر می‌برند تا عدم اعتیادشان به مواد مخدر مشخص شود. آنها هم‌اکنون با زندانیانی با جرایم خطرناک که به بیماری‌های سخت و واگیردار مبتلا هستند هم‌بند شدند و شرایط بسیار دشواری را می‌گذرانند. این در حالی است که طبق اصل تفکیک جرایم، این زندانیان باید در میان زندانیان سیاسی که جرایمی مشابه دارند نگهداری شوند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونیم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. در دنباله اخبار از شما دعوت میکنیم که مصاحبه رسا با دکتر اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی رو تماشا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتون.